سلام به همگی خوش آمدین به یک ویدیو دیگه با من مشتبا حسینی امیده که جور و صحتمند و سرحال باشین در این ویدیو برای شما سه تا بهترین توکن های NFT رو معرفی منو درخواست بچه هم خیلی زیاد بودن درخواست بچه ها زیاد بود در کانال یوتیوب که توکن های NFT رو برای ما معرفی کو من در این ویدیو برای شما بعد از جستجو و ریسرچ سه تا بهترین توکن های NFT برای شما انتخاب کردم که یکی دومی و سومی شرا خودمم دارم اما رقمی که در جریان هستم همه ما و شما بازار NFT هر روز جمع جوشش بیشتر میشه خیلی زیاد بیشتر میشه و خب بیش از چندین تا توکن های NFT وجود داره توکن های NFT خیلی زیاد هستن و مهم است که چی توکن های را ما انتخاب کنیم و سوالای بچه ها رو من مثلا در کامنت ها میبینم که میگه فلان ارز خوبه فلان ارز خوبه فلان ارز خوبه فلان توکن خوبه فلان کوین خوب است رو خرید کنیم اون خرید کنیم خب او انتخاب شخصی خودتان هسته ولی به نظر شخصی ما حالا بستگی داره شما چقدر پول دارین با او م... یک مقدار پولی که مثلا ما میریم سرمایه گذاری مونیم اگر با او پول ما بریم چندین تا کوین توکن NFT و بلا 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 از از خرید کنیم فکر نکنم ما سودی آنچنانی داشته باشیم یک چند تا ارز یا کوین توکن خوب انتخاب کنادم در بارش تحقیق کنه بخونه و هر روز خبر در بارش دنبال کنه ارقامی بهترتر هسته حالا منظورم تنها ای ستا توکن نسته در مجموع و بعضی مو خاطر توکن های نفتی خیلی زیادی وجود دارن ولی من سه تا بهترینش برای شما انتخاب کردم اگر جدید هستی در کانال یوتیوب اگر دوست داری از طریق سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال پول دیس بیاری ارزهای دیجیتال دوست داری و پول دوست داری تا حالا کانال سابسکرایب نکردی خیلی خوشحال میشم کانال یوتیوب سابسکرایب کنین زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنین ویدیو رو یک لایک بدین برای الگوریتم یوتیوب حالا در ادامه ی ویدیو میپردازیم خب همون رقمی که میبینین قیمت امروز ارزهای دیجیتال هم تقریبا مثل مثل سابق باقی مانده اولین عرضه، اولین اولین توکنی را که من در لیست رو برای شما دارم اینترنتی هست اینترنتی واقعا تی چند وقت گذشته یعنی داره درخشیده حالا اگر جدید هستن در بازار NFT خب فکر کنم اول مهم هسته که بفهمی فرق بین کوین و توکن چیه و اینا رو باید بفهمی که بعد وارد بازار NFT شنی حالا من ویدیوی تکمیل شده در برای شما در کانال یوتیوب پست کردم و یک توضیح خلاصه برای شما میدیم خب مثلا بیت کوین بیت کوین کوین هستم و ایترنتی اینی چیزهای NFT توکن هسته بیت کوین مشابهه و تو، توکن ها غیر مشابه هسته یک بیت کوینی ما با یک بیت کوین تو هر دو تایشی یکی هسته و NFT ها اینجوری نیسته NFT ها هر کدامشی یک جذابیت و یک ارزش و یک جایگاه خاص خود داره یک توضیح خلاصه بعد اگر خواسته باشین میتونین برین ویدیو رو ببینین واقعا من برای شما پیشنهاد میکنم که بیشتر یعنی بازار NFT رو جدی بگیرین اینترنتی در اینترنتی واقعا طی چند وقتی گذشته درخشش خیلی خوب داشته درخشش خیلی خوب داشته و قیمتش هم در حال حاضر 25 اشاره 4 سن هسته حالا اگه اینترنتی رو نمیشناسین اینترنتی یک بستر جامعه مثلا یک بستر جامعه این NFT هسته که NFT های معتبر و کارهای تجاری معتبر نسخه های نامحدودش میشه روی از تولید کرد حالا از طریق هنرمند موزیکر اینفلوئنسر ورزشکار مردم عادی هر کسی و غیره و غیره و اینترنتی چین روی روی شبکه ایتریوم <coughs> میبخشین روی شبکه ایتریوم درست شده و هدف اصلیش هم امو به حساب کتاب خانه NFT جایی که مردم بیتنه NFT شان در درست کنه یا NFT شان در بفروش برسانه و یک واسطه بین کسی که NFT مفروشه میسازه و کسی که بخوای NFT خرید کنه یک توضیح خلاصه از اینترنتی و همچنین اینترنتی در حال حاضر با کمپنی های خیلی زیادی در حال کار کردن هستم مثلا اون سیل موز بخش موزیک باسکتبال فایت کلوب هوکی فوتبال آیکانس یوتیوب اف آی ریسینگ کریپتو انجلس لیجنس واقعا پروژه خیلی خوب هستن درخشش خوب داشته امروز خب وابسته مربوط به که منظوریم که بازار NFT هر روز در حال رشد هسته و شبکی توییترشان در حال حاضر 63 هزار فالوور داره و چیزی خوب هسته چیزی خوب به نظر من خودم ندارم راستش پرسان کنیم من ندارم منظورم که چیز اینترنتی را ولی از خیلی وقت میشناسم چند بار تصمیم گرفتم گفتم خرید کنم ولی خب بعض وقت آدم یک اشتباهی را انجام میده و میخوای یک ریسکایی را بگیره یک ریسکای را انجام میده من ولی من از خریدن ای تالا تا اینترنتی رو نخریدم ولی از شروع 2021 وقتی که چند بار ما در بانش شنیدم نخریدم حالا پیش ایمان است و, و همچنین اینترنتی کارشان را با اوتونتیکیشن مثلا احراز NFT با یک اوتنتیکشن کورچیال فرود قرارداد بسته یعنی در بازار یا در در بازار در در بازار NFT منظور از چیه منظوری که در بازار NFT یعنی کلاهبرداری و تقلب زیاد میتونه صورت بگیره مردم مثلا چیزهای چیزهای بی ارزش رو درست کنه و چیزهای جهل درست کنه و بیاره او را سر مردم بفروشه و اینترنتی با او پروژه قرارداد بسته که همچنین اشتباهاتی در شبکه NFT صورت نگیره اینجا هم یک توضیح خلاصه ده اینترنتی سولف ده White Problem of Found and Other NFT Marketplace توف دو Concept of NFT Design to Reduce a... oh, Counterfeit counterfeiting and funds it is still very easy to create fake version of nft collection and uh, and sell them on the open marketplace any mega khali imkanish wujood dar rahat hast ke dar bazar nft NF nft hay fake durust chana va به نام ورژن اصلی سر مردم فروخته شد و کلا برداره شد ولی uh, با این پروژه ای که اینترنتی قرار داد بسته شروع, شروع به کار کردن uh, اجازه نمیدیم مانش خواهد شد و توکین NFT بعدی رو که من در لیست رو برای شما دارم چیلیز است چیلیز خودم هم دارم چیلیز واقعا سکای راکت کده تی یعنی کلند در 2021 8269 درصد یعنی رشد تی 2021 چیزی خیلی زیاده از روی چارتش هم میبینیم خب قشنگ همیشه وقت استوار بوده همیشه یعنی رشدش همجوری استوار بوده اینکه که فرض مثال یک ماه بره در یک هفته بره صد فیصد هفته بعدیش پنجا فیصد ریزیش رو همین نبوده از موش از چارتش میبینی که همیشه وقت استوار قیمتش رو به افزایش بوده و چیلیز در بازار در بازار ورزش هسته باشگاه خیلی زیاده حالا از بلاکچ یا احزمی توکین NFT برای ساخت برای ساخت انفتی ها استفاده می به عنوان مثال باشگاه فوتبالی منچستر سیتی پارسین جرمن یوونتوس آسا روما اتلتیکو مادرید NFL NFL آمریکا اه اه اینی باشگاه فوتبالی ترکیه چه نام از یادم رفته خب لاخره هر حال به هر حال بارسلونا و شبکه توییترشان هم طرفدار خیلی زیاده داره در حال حاضر شبکه توییترشان تایید شده یعنی تک مارک آبی داره و همچنین با یک کمپانی به اسم به اسم راکوتن یورپین پارتنرز بلاک چین آن فان توکینز فیتش نی بلاکینز کمپانی چیلیز کریتور آن فان اند سوشیال دات سوسیوس dot com engagement platform today announced to partner with the نم فهم چی هسته البته کدام چیزی کدام چیزی هست که در در داخل اروپا هست که چیلیز باش قرار داد بسته و اینجا تحلیل تکنیکال هم درباره چیلیز وجود داره که چلیز در شرایط حال حاضری که قرار داره و یعنی رشد رشد شکست شکست رشدیش نشان میده در قسمت فارسی یک مقدار ضعیف میکنه اینا دقیق در فارسی توضیح بدم در حال حاضر قیمتش ما شما اینجا میبینیم قیمتش امروز هست 54 سن و همچنین اینجا نشان میده که تقریبا یک جورایی چیلیز آماده رشد خوب هستن و چیزی به اندازه 95 درصد تا یک دلار گفته تا یک دلار و یا اینکه ام امکان داره که تا 39 درصد هم ریزش کنه و بعد اینجا هم برای ما گفته که آره دیگه در زمانی که تحلیل صورت گرفته قیمتش 52 سن بوده و آره دیگه یک شکست رشدی میگه چجوری میگه مثلا 94 درصد و تارگیتش هم یک اشاره یک دلار هسته و یا اینکه حتی اینجا باز دوباره ذکر کرده که تا یک 127 درصد هم میتونه رشد کنه و تارگیتش هم اینجا نوشته که یک اشاره سن چیز خیلی زیاد هسته حالا دیگه ببینیم که این تحلیلی که اینجا انجام دادن این تحلیل واقعا صورت میگیره یا نه دیگه توکن NFT آخری که من در لیست برای شما دارم توکن دلخواه خودم هسته ما چلیز دارم ایکومیر هم دارم درباره باره چندین بار برای شما صحبت کردم ویدیو ساختم بعضی بچه هم خریده خب درباره باره ایکومی قبلا هم برای شما زیاد توضیح دادم لازم به توضیح زیاد نیسته و اگر اینجی مثلا ما در روی روی فیصد رشدش سعی کنیم تایی 2021 یعنی 34 هزار درصد رشد داشته خیلی چیز خیلی زیاد هسته و هنوزم قیمتش خیلی پایین هسته سفر 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 هشت دلار هسته به نظر من اصلا هیچ چیز نیه و درباره از برای شما یک معلومات دیروز هم ویدیو دیروز بود فکر کنم دیروز هم ویدیو بر شما آپلود کردم که قراردادهای خیلی زیاد داره اما خب ایکومی و وی, وی هر دو تایش یکی هستن وی, وی جایی که کالکسین های دیجیتال یعنی اف ما میتونیم داشته باشیم هر کسی میتونه داشته باشه بفروشه و او رو به کمک توکن ایکومی خرید کنه و توکن ایکومی یک توکن دیفلیشنری هست به معنی که هر باری که هر تراکنشی که صورت بگیره یک مقدار از توکن هایش برداشته بشه از سوخته میشه از لیست سیرکولیتینگ یعنی از کل مجموعه توکن هایش و خب امید دلیل های امینا هسته که مثلا این توکن های یک مقدار قیمتشان پایین هستن یعنی که مق... مقدارشان خیلی زیاد هسته و اینکه یک توکین توکن دیفلیشنری هسته میتونه کمک کنه برایش و همون رقمی که تایی چند ویدیوی گذشته چند روز پیش هم ما برشم صحبت کردم واقعا بازدید خیلی زیاد داشته ای کومیت ها امروز را و علاقه بنده خیلی زیاد داشته و و دیگه ببینیم که چی خواهد شد دیگه اینی سه تا بهترین توکن های ان اف تی دلخواه ما ما در باره اینا جستجو کردم ریسرچ کردم خواندم دو تاشی اینترنتی را ندارم من اینترنتی را من ندارم ولی چیلیزه دارم چیلیزه شما از چلیز شما میتونین از بایننس خرید کنین و همچنین فکرنم از کریپتو دات کام هم میتونین خرید کنین و ای که از بیت فارکس میتونین خرید کنین که ویدیو آموزشی تکمیلش من برای شما آپلود کردم و دقیق ما اینجا بذار ببینیم که از کجا میتونیم چیز را خرید کنیم آره اینترنتی را از گیت آیو از بیلیکس از ها یونایس وپ اینجا میتونیم خرید کنیم تا حالا در کدام صرفی های دیگر لیست نشده ولی چیلیز را شما میتونین از از بایننس خرید کنید درسته؟ بذارم یک دقیقه رو مطمئن شیم که برای شما کدام اطلاعات اشتباه ندم آره از بایننس میتونیم خرید کنیم از بایننس میتونیم خرید کنیم و ایکومی رو میتونیم سعی کنیم که آره دیگه ای که ما خودیم از بیت فارکس خریدیم آره از اس ایندکس هم در ایندکس هم وجود داره در دا گیت دالایو من استفاده نکردم تاش ولی من از بیت فارکس خریدم دیگه این ویدیو امروزی بود برای شما عزیزان دیگه امیدوار هستم که از ویدیو خوشتون آمده باشه و امجوری اینجا میبینین در شبکه خبری هم که پخش کرده این کمیته ای سی روز گذشته 151 درصد رشد داشته و همچنان همچنان جای برای رشد خیلی زیاده باقی داره دیگه اگه تا حالا کانال سابسکرایب نکردین کانال سابسکرایب کنین زنگوله نوتیفیکیشن بزنین ویدیو رو یک لایک بدین سوال پیشنهاد انتقادی هر چی دارین در کامنت بنویسین تا ویدیوی بعد وقتتان خوش خدا نگهدارتان